فرزین ندیمی تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر با ما. بسیار خوش آمدید آقای ندیمی. خب تصاویر نشون میدن که صفی چند ده کیلومتری از تانک ها و نفربرهای نظامی روسیه راهی کیف شدن. همزمان حمله موشکی به این شهر و دیگر شهرهای اصلی اوکراین هم ادامه داره. ارزیابی شما از این استراتژی پوتین برای به تسخیر در آوردن و کنترل اوکراین چیست؟ بله، روسیه هنوز موفق نشده که وارد شهر کیف بشه و منطقه مرکزی شهر کیف و در حومه شمال غربی و غرب متوقف شده. نیروهای جدیدی هم فرستاده، درگیری ها به شدت ادامه داره در حومه کیف، ولی هنوز این موفقیت رو دست نیاورده. حتی در سمت شرق و شمال شرقی که که حملات قابل توجهی در روزهای اخیر ادامه داده در منطقه چرنیگیف، حتی چرنیگیف هم نتونسته تصرف بکنه به خاطر مقاومت بسیار موثری که اوکراینی ها در اطراف کیف داشتن. یک محور جدید به وجود آورده از داخل بلاروس در منطقه شمال غرب کیف و به نظر میرسه که این محور در حقیقت به اطراف کیف و به محاصره در آوردن کیف داره به سمت غرب مرتب حرکت میکنه، به خاطر اینکه نتونستن اونطوری که میخوان به جنوب کیف خودشون برسونن و این محاصره رو کامل بکنن. این وضعیت در شهرهای دیگه هم ادامه داره. خارکیف به طور مرتب کوبیده میشه به وسیله انواع توپخانه و راکت انداز، ولی هنوز موفق نشدن به طور کامل این شهر رو به تصرف خودشون در بیارن. در محاصرهشون رو سعی میکنن کامل بکنن. این داستانی در جنوب هم همینطور، ماریوپول فرمودین، خرسون به نظر میرسه که بالاخره تونستن تصرف بکنن و حالا دارن توجهشون رو به میخایلوف متوجه میکنن، ولی یک حمله هوابردی که به پایگاه هوایی این شهر انجام شده با شکست مواجه شده. احتمالاً سعی خواهند کرد که از منطقه دانباس بتونن که یک حمله نظامی، یک محور زمینی ایجاد بکنن، شاید بتونن به خارکیف و از جنوب ماریوپول اتصال ایجاد بکنن تا این مقدار وضعیت جبهه شرقی رو تثبیت بکنن. ولی به نظر میرسه که در هیچ جبهه‌ای برخلاف صحبت آقای پوتین پیشروی روسیه اونطور که میخواستن نبود. توان نظامی نیروهای اوکراینی برای مقابله با ارتش پوتین تا چه اندازه هست؟ چقدر اساساً کافیه و آیا بدون حمایت جنگنده‌ها که از سوی ناتو در حال حاضر منتفی شده، جنگنده‌هایی که قرار بود به اوکراین بره از سوی ناتو اما متوقف شده، امکان مقاومت کیف وجود داره؟ ببینید، به طور کل ارتش اوکراین برای دفاع از سرزمین خودش امکانات خوبی داره، ولی بیشتر این امکانات در جبهه‌های شرقی در خطوط تماس در منطقه دانباس مستقر هستند و این خطر البته وجود داره که اگر روسیه در تحرکات شرقی خودش بتونه مؤثرتر و سریعتر عمل بکنه، قسمت قابل توجهی از این نیروها رو در محاصره خودش در بیاره. ولی به هر حال کمک به مهمات تا یه حد زیادی نیاز داره اوکراین و بعضی از کشورهای ناتو مهمات توپخانه، گلوله‌های توپ 155-152 در اختیار اوکراین قرار دادن. به هر حال اوکراین تجربه خوبی داره از جنگ 2014 در زمینه توپخانه و خوب در این زمینه کار میکنه اگر بتونه امکاناتش رو جابجا بکنه. ما تصاویری رو دیدیم که امکانات توپخانه اوکراینی در کنار جاده‌ها رها شدن، احتمالاً به خاطر حملات و کمین‌ها یا پشت حملات هوایی که روسا داشتن. بنابراین میبینیم که این وضعیت جنگ دست به دست میگرده. هیچ طرف برتری کامل نداره و هیچ طرف هم شکست نخورده. روسا دارن سعی میکنن از جنوب برن به سمت زاپوروژیه و دنیپر که بتونن در جبهه مرکزی شرق دنیپر، رودخانه دنیپر بتونن یک تثبیتی به وجود بیارن. ولی به نظر من کار خیلی خیلی زیاده که هر دو طرف اگر بخوان که سپاسگزارم. ممنونم از توضیحات شما فرزین ندیمی.